وقتی مرد زمان طولانی سکس نداره تبدیل میشه به رابطه جنسی یک احساس خاص و لذت بخش در زندگی مشترک هستش که موجب تحکیم روابط بهبود و خلق و خو و همچنین سلامت جسمی و روانی انسان میشه مطالعات نشون میده که نداشتن رابطه جنسی برای مدت زمان طولانی میتونه روی سلامت مردان و زنان معلومه

به نظر شما وقتی مرد زمان طولانی سکس نداره چه اتفاقی از نظر جسمی و روحی براش پیش میاد به چی تبدیل میشه این ویدیو برای زن شوهر یا دوست دختر و دوست پسر کلا برای همه مناسب هستش امروز یک ویدیو کاملا جنجالی رو داریم سلام مریم هستم یک روانشناس و مربی حرفه‌ای در آنتاریو کانادا من ویدیوهایی رو میسازم که به شما کمک میکنه بهترین رابطه جنسی و عاطفی خودتون رو داشته باشید من رو خوشحال می کنید ساب و لایک هایی رو که یوتیوب پاک کرده رو دوباره ساب و لایک کنید پس نگاه کنید ساب و لایکتون پاک نکرده باشه حتما زنگوله کنارش رو هم بزنید تا هر وقت ویدیو دادم شما خبردار بشید و بیایید ببینید چه ویدئوی جنجالی دیگه من گذاشتم با من هم همراه باشید همه رو دوست دارم استرس و استراب بیشتر یکی از شایع ترین عوارض نداشتن رابطه جنسی در مردان افزایش استراب و استرس زمانی که فرد رابطه جنسی برقرار میکنه مغز اون آندروفین و اکسیتوسین رو ترشح میکنه که باعث ایجاد حس خوب میشه بنابراین در کاهش استرس و افزایش آرامش درونی اونم نقش داره البته این موضوع تنها برای شرایطی صدق میکنه که رابطه با میل خود شخص انجام بشه و حین انجام اون هیچ استرسی نداشته باشه اگر رابطه خوب نباشه یا اگر رابطه جنسی برای هدف دیگه باشه فعالیت جنسی میتونه تبدیل به علت استرس بشه که خود این هم مشکل بزرگ هستش به جز این موارد در حالت کلی افرادی که دارای روابط جنسی سالم هستند نسبت به کسانی که روابط جنسی کمتری رو دارن یقین استرس کمتری رو متحمل میشن من یقین دارم که با من موافق هستید اگر غیر از این هست نظرتون رو برمون بنویسید شما خوب نمیخوابید ما از مطالعات متعدد میدونیم که خواب ارتباط مستقیمی با استرس داره وقتی استرس دارید تمایلی به خواب با کیفیت هم ندارید این یک چرخه معیوب هستش که ایجاد میشه وقتی نمیخوابید در نهایت استرس بیشتری رو هم دارید رابطه جنسی با ترشح هورمون ها انتقال دهنده های عصبی متعدد به کاهش استرس شما کمک میکنه اسمیت جراح مغز و اعصاب در مرکز پزشکی نیویورک میگه اکسیتوسین تاثیر بسیار آرامش بخش رو داره بنابراین زمانی که رابطه جنسی دارید کمتر دچار استرس میشید و احتمال اینکه بهتر بخوابید هم بیشتره یک شب عالی عشق بازی میتونه به معنای واقعی کلمه هر چیز دیگه ای رو در جهان بهتر برای شما بکنه و به شما خواب خوب رو هم هدیه بده به نظر شما وقتی ارتباط جنسی خوبی رو دارید بهتر نمیخوابید نظرتون رو برامون بنویسید فشار خون شما میتونه افزایش پیدا کنه بدون رابطه جنسی ممکن هست متوجه افزایش فشار خون بشید یک مطالعه در سال 2006 در مجله پزشکی روانشناسی نشون داد افرادی که رابطه جنسی منظم داشتند نسبت به افرادی که رابطه جنسی منظم نداشتند فشار خون کمتری رو داشتند سطح فشار خونشون این همچنین با رابطه جنسی و استرس مرتبطه محققان چندین متغیر رو در این مطالعه کنترل کردن و به این نتیجه رسیدن که داشتن رابطه جنسی بیشتر در واقع پاسخ فیزیولوژی بدن شما به استرس رو بهبود میده این به نوبه خودش فشار خون فرد رو در سطح پایه یا پایین نگه میداره مطمئن هستم که تا اینجای ویدیو رو با من همراه بودید اگر این ویدیو رو دوست دارید لطفا ساب لایک و زنگوله رو بزنید تا من متوجه علاقتون به ویدیوها بشم همینطور ممنون میشم یک پیام قشنگ هم برام بذارید تا یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری معرفی بکنه بریم برای ادامه ویدیو احتمال ابتلا به بیماری قلبی بیشتر میشه یک مطالعه در سال 2010 که در مجله آمریکایی قلب و عروق منتشر شد نشون داد که مردانی که حداقل دو بار در هفته رابطه جنسی دارن خطر ابتلا به بیماری قلبی در اونها کمتر بود محققان گفتند مردانی که مکرر در رابطه جنسی قرار دارن ممکن هست بیشتر در یک رابطه صمیمی هم قرار بگیرن که این باعث میشه که استرس اونها پایین تر بیاد و از حمایت اجتماعی هم برخوردار بشن این مورد واضح هستش که اگر ارتباط جنسی داشته باشید استرس کمتری رو دارید و ارتباط عاطفی خوبی رو هم خواهید داشت نظر شما در مورد این نتیجه گیری چی هستش برام بنویسید عملکرد شناختی شما ممکن هست تحت تاثیر قرار بگیره تحقیقات موجود بر روی موشها انجام شد نه انسان ها یک مطالعه در سال 2013 که توسط محققان در میریلند منتشر شد نشون داد که فعالیت جنسی در موشها منجر به بهبود عملکرد شناختی و عملکرد هیپوکامپ میشه هیپوکامپ بخشی از مغز هستش که تا حد زیادی مسئول حافظه در همون سال مطالعه در دانشگاه سئول پایتخت کره جنوبی انجام شد و به این نتیجه رسیدن که فعالیت جنسی در واقع میتونه به مبارزه با اثرات منفی و کاهش حافظه هم ناشی از استرس مزمن کمک بکنه دفعه بعد که رابطه جنسی دارید ریتم شما از بین میره شما اون عبارت قدیمی رو میشناسید اگر از اون استفاده نکنید اون رو از دست میدید علم نشون میده که میتونه درست باشه مطالعه در سال 2008 در مجله آمریکایی پزشکی به این نتیجه رسید که مردان 50 60 70 ساله که از نظر جنسی فعال نبودن بیشتر دچار اختلال نوز شدند. این تا حدی منطقی میتونه باشه بنابراین تصور کنید که بعد از ماها اصلا رابطه جنسی نداشتید سعی کنید مکانیزم اصلی رابطه جنسی رو دنبال کنید خوشبختانه یک راه حل آسون وجود داره تحقیقات نشون میده که انزال منظم میتونه به کاهش برخی از این اثرات هم کمک بکنه عزیزای من این مطلب مهمه برامون بنویسید اگر یک مدت رابطه جنسی نداشتید چه مشکلی براتون به وجود اومد دچار اختلال نوز شدید یا اثرات منفی دیگه ای رو که داشتید رو برای ما بنویسید ممنون هستم سیستم ایمنی بدن شما ضعیفتر میشه همونطور که روانشناسان دریافتن ارگاسم برای سیستم ایمنی بدن شما بسیار مفید هستش اونها مطالعه انجام دادند که در اون از بیمارانی که یک یا دو بار در هفته رابطه جنسی داشتن خواستن نمونه بزاق اونها رو بگیرن مشخص شد که این نمونه ها حاوی قلزت بسیار بالایی از آنتیبادی ضد سرماخوردگیه چه کسی میدونست که تماس بیشتر میتونه باعث بشه که خیلی از بیماری ها از جمله سرماخوردگی رو هم کمتر بکنیم ممکن هست عملکرد کاری شما کاهش پیدا کنه رابطه جنسی حتی میتونه به رضایت شغلی شما هم سرایت بکنه مطالعه در دانشگاه میشیگان نشون داد که زوجهایی که زندگی جنسی فعالی رو دارن در محل کار بسیار شادتر هستن حفظ یک رابطه سالم که شامل یک رابطه جنسی سالم هستش به کارمندو هم کمک میکنه تا خوشحال و درگیر کار باشن که به نفع کارمندان و سازمانی هستش که اونجا کار میکنن به نظر شما ارتباط جنسی خوب یک روز خوب رو براتون نمی سازه و اون روز خوب توی محیط کار رو هم براتون به وجود نمیاره نظرتون رو برای من بنویسید امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و اطلاعات ارزشمندی از اون به دست آورده باشید لطفاً سابسکرایب و یک لایک و یک نظر برای من بذارید. به نظر شما وقتی مرد زمان طولانی سکس نداره چه اتفاقی از نظر جسمی و روحی براش پیش میاد؟ برام کامنت بذارید. من عاشق خوندن نظرات شما هستم و همیشه خودم شخصا به تمام نظرات شما پاسخ میدم عزیزایی من ویدیوهایی رو که در انتها نمایش میدم رو با دقت ببینید و هر سوالی داشتید بپرسید خیلی ممنونم که تا آخر راه تماشا کردید برای شما آرزوی ارگاسم های حیرت انگیز زیادی رو دارم من مشتاقان منتظر دیدار شما در ویدیوهای آینده برای ویدیوهای خوشمزه شاداب و آبدار هستم